بینندگان عزیز با سلام و درود دوباره با وجودی که اسرائیل و امریکا خود برای یک حمله متقابل احتمالی علی اهداف در داخل ایران آماده میکنن به نقل از آیت الله خامنه ای در سرخط تلگرام سپاه پاسداران گفته شد که از این پس نوبت تل و بندر حیفا است در این حال کابینه جنگ اسرائیل در پایگاه نظامی کمپ رابین مشغول جلسات است که اینا چی باید بکنن ضمنا از نخستین قبل از اینکه حمله شروع شد بر اسرائیل برق اسرائیل قطع شده بود و ناتانیاهو در یک تیاری بوینگ 763 در جای بر آمده بود که معلوم نبود در کجا سفر کرده بود که از منطقه خارج شده بود حال کانال سپاه قدس گفته که به اساس اطلاعات دریافتی دست کم دو هزار فروند موشک در سراسر سر ایران آماده تهاجم موج دوم یا برای ایجاد یک موج دوم تهاجم بر اسرائیل آماده است این معلومه میشه شک جنگ شکل کاملا جدی را به خود گرفت اون چیزی که دباریش همیشه صحبت میشد ریچارد کم فرمانده بازنشسته انگلیسی است ای در تازه ترین واکنش خود گفت که ما فکر میکنم که هدف ای بود که پدافند موشکی اسرائیل را از کار بیاندازند بله هدف می بود ریچارد کم میگه که امی اتفاق افتاده یعنی پدافند موشکی اسرائیل دفاع از کار افتاده و میگه چون خود من از برخوردهای مستقیم خبر دارم احتمالا بیشترم هستم و هنوز ما اطلاع نداریم یعنی عمق حجم تخریباته موشک و ایرانی در عبور از پدافند موشکی موفق بودند. این مرتب گزارش میشه و ایره تا کارشناسان ایران انترنشنل که معمولا از از اردوگاه اطلاع رسانی طرف مقابل است از اسرائیل و امریکا هستند نگفتن که موشک های از پدافنده عبور کرده و توان بازدارندگی اسرائیل بسیار بسیار خدشدار شده همونطور که پیشتر گفتم به نقل از خامنه ای در کانال سپای پاسداران آمد که اگر غلط از اونا سر بزنه ما تلوی و حیفا را با خاک یکسان خواهیم کرد خو البته این چیزای بخش از کارزار تبلیغاتی جنگ روانی است یعنی جنگ در دو جبهه در جریان است بایدن به طور ناگانی سفر خود در جایی بود با اونجا معوق گذاشته و آماده تا بر امور وضعیت جدید رسیدگی بکنه گفته میشه که یک جلسه استراری شورای امنیت ملی امریکا را فرا و گفته که ما به دفاع, از اسرا... اسرائیل کاملا پابند هستیم عین حرف بر زلینسکی میگفتن یا خب واضح است دیگه امریکا و اسرائیل یعنی یک وقتی که از امریکا سخن میگم از اسرائیل سخن میگم وقتی که از سخ... اسرائیل سخن میگم از امریکا سخن میگم اونا گفتن ما از اسرائیل حمایت میکنی خود دیده شوه که حمایت از اینا در چه سطحی است تهاجم متقابل امکان داره بسیاری از نشانه های امشب یعنی مبنی به ای که حمله ایران به اسرائیل قریب الوقوع است دیده شد یعنی کلش محقق شد ارتش در آماده باش کامل بود کاملا گفته می شد ده هواپیما در هوا بود فعالیت های آموزشی در جریان بود خواب اصلا از چشم همه رفته بود مرخصی ها همه لغوه شده بود هواپیمای بوینگ 763 بیشتر گفتم مخصوص ریاست جمهوری اسرائیل است از پایگاه هوایی نواتیم و پرواز در آمده بود معلوم نبود که ناتانیو کجا می رفت هواپیمای امارات که به مقصد فرودگاه بنگریون فرودگاه بندلی است روان بود در وسط را دوباره و دوبای برگشت مقامات اسرائیلی فکر میکنند که حمله ایران ممکن است دوامدار باشد و این خود ایرانی ها میگن که این دوامدار هست الله همزمان به بسیلا سامان ها و باتری های گنباد آهنین در منطقه کفار بلوم مرتب حمله کرده بود یعنی پیش از اینکه که مج... حمله ایران آغاز شود یک حمله بود فراگیر همزمان برای براگرابیت روزامنگار اسرائیلی میگه که پیش از حمله ناتانیاهو در آخر هفته به خانه سیمون فالیک در اورشلیم نقل مکان کرده یعنی جای خود را تغییر داده بود از او خانه کوچ کرده بود به خانه سیمون فالیک رفته بود که بوجه او سیمون فالیک یک میلیاردر امریکایی است اهدا کننده به سلام و گرند پارتی هست. صاحب شرکت امریکایی دیوتی فری است او آدم در خانه خود در محوطه بسیار یک زیرزمینی محکم داره ناتانیو لازم دانسته بودن که موجه برای شب خود روز بکنه خب اما میگه ناتانیو در آغاز در وقتی که جنگ شروع شد بعد از موشک ها شلیک شدن در خانه خود ماند پنتاگون گزارش کرد که وزیر دفاع امریکا با گالانت صحبت کرد و گفت که ما شما مطمئن باشین ما در عقب شما هستیم لویداسین تصریح کرده که اسرائیل میتونه روی ما حساب بکنه خب این است که در دوران مصیبت گفته میشه چیزی که اتفاق افتاده بود پیش از حمله ایرانی ها که یک حمله سایبری بر تاسیسات برق اسرائیل صورت گرفت برق قطع کرده بودن گروه حکر به نام انتقام جویان سایبری مرتبط با ایران اعلام کردند که خاموشی گسترده در اسرائیل ها. اونا در نظر دارند که شامل شهرهای تلویف نتانیا و غیر است خب ایقتی بر مشکلات زیادی را به بار آورد که ما دیده شد که پدافند هوایی اسرائیل و یک وحشتی که در خود شهرها پیدا شد باعث شد که اینا در برابر حملات تهاجمی گدا بیان یعنی طرف مقابل بر اهداف اساسی خود زده خب آل نیرای امریکا برای عمله احتمالی به ایران آماده است ای خب هر کدامش میگه که ای آماده است یا آماده است یا آماده خواهر است،, است من به ای بی گزارش کرد به اساس گزارش ها نیرای امریکایی آماده باشند هستن ببینن چی میشه اگر امریکا مداخله کنه قطعا روسا مداخله میکنه خب کاخ سفید میگه که ایران باید فورا کشتی توقیف شده رو آزاد کنه کشتی اسرائیل گرفت آره فکر میکنم که موضوع از اینکه شما کشتی رو ره رها بکنید از این گپا گذاشته اوضاع استراری تر است حملات ممکن است از سر گرفته شود خب اگر اسرائیل و امریکا عمله عملی متقابل انجام بدن در اون صورت جنگ از کنترول بیرون میشه و امو جنگ آسیایی که ما همیشه سخن میگوییم امو در میگیره اسرائیل مداره سام ها و تمام چیزا تا هم رسانی تعطیل کرده بود. فهمیده بودن سخنگوی ارتش اسرائیل میگه که ده ها هواپیمای جنگی به عنوان بخش از وضعیت آمادگی در هوا هستند و ما هستیم تمام چیزها را زدیم تمام هواپیماها را زدیم اما گزارشاتی که ما در برنامه قبلی و حال یافتهایی که در دسترس از نشان میده که پدافند هوایی اسرائیل تقریبا در یک ساعت آخر که پنج ساعت حمله دوام کرده کاملا از کار افتاده بوده تشکیل کابینه جنگ اسرائیل در پایگاه نظامی کمپ رابین در تلوی انجام گرفت ارزیابی و در دستور کار خب این به دلیل تشدید تنشاست و که چه باید بکنیم مطمئنم که استراتیجیست های امریکایی جنرال ها در تلوی هستند و این مسئله را رسط میکنن جنگ رهبری میکنند منبع این گزارش میدلیست اسپکتتور بود اما همونطوری که اردن گفته بود که ما فضای هوایی خودم میبندیم مطابق حوالی شبکه کان اسرائیل در شب عمله که آل ما در سخن گفتیم فضای هوایی خود بر نفع اسرائیل و امریکا باز گذاشته بود و بیشتره تیارات و پهپاد که در هوا زده شده به همکاری اردن زده شده خب البته گفته بدن که سازمان هوانوردی غیر نظامی اردن ما قبلا ما جی پی خودم میبندیم وزی قبیل گپا اما به نظر میرسه که یکی از اهداف بعدی از این پس اردن از اهداف بعدی ایرانی ها خواهد بود یا دست کم یعنی هدف حمله گروه های نیابتی ایران قرار خواهد گرفت و خود اردن مکانش به صلاح جغرافیاش بسیار زیاد مهم است و اینا چون با کرانه باختری وصل با است در جهت شکستن نظم و امنیت در اردن از این ممکن است تحرکات زیادی صورت بگیرد خب یکی از وظایف نیروی قدس انتقال از لحب و نوار غزه و کرانه باختری است که با تمام جدیت دنبال میشه اسرائیل یه حملاتی را که کردن و شکل تقریبا تا اندازه زیادی از روی مجبوریتم بوده بودن رخنه سپاه قدس از چندین استقامت رسیدن یا رسانوی اصلها و مواد انفجاری به طرف اسرائیل بسیار بسیار گسترده است زیرزمینی است انتقال تسلیحات میکنن اما دستجات این زبده همیشه در غذا و کرانه باختری حضور دارن همی سپای قدس و با فلسطینی و در دفاعشان کمک میکنن اونا با نیروهای فلسطینی تقریبا مخلوط هستند. همه اینها آدم هستند که در ساخت سلا مدیریت سلاحای که بیشتر با برق سر و کار داره با اونا اونا استادان و سیستم های با مای آماده هستند حتی خود فلسطینی ها گفتن که در زمانش سردار قاسم سلیمانی بارها از نوار معاصره شده غزه دیدن کرده بود یعنی به این شکل بوده به این ترتیب این نیروها استادان های استادان بسیار چی بگیم متخصصان جنگ گوریلا هستن و ظرفیت تسخیر فلسطین اشغالی را درون دارن اسرائیل با اینی رقم خطرات مواجه است که حال هر طرف که چیزی که دم دستش می میزنه اما چی بگویم؟ آینده نداره اسرائیل چانس های زیادی را بر بقا دست داده کی بحثش ما بارها در برنامه مطرح کردیم آلیان با تو جدیت میتونیم دوباره تکرار کنیم که اسرائیل چانس چانس های بسیار مثبت برای بقای خود از دست داده خیلی مغرور خیلی مغرور شده بود و محاسبات غلط انجام داد گزارش نو در نمایشگر بانک خبری ما رویت شد به نقل از کانال های مختلف خود ایران که سامان های جنگ الکترونیک قدرتمند موسوم به افتوبازا بازار ام حال در تهران مستقر هستند خب یه سیستم یک سیستم پیشرفته جنگ الکترونیک ساخت روز است روسی است این بسیار قوی است برای تشخیص زیگنال های هوایی و دریایی است وقتی که نصب میشن در تهران مستقر شده و زیگنال های شناسایی زیگنال های سیستم تاکان است تعیین تا به درجه های زیگنال هاست نویت زیگنال و انواع رادار ها را رسط میکنن ردیابی و سلام مسیر اجسام در هوا و دریا و همیشه هم ای کنترول کنید اینا این سامان که در تهران مستقر شده یک سامانه نیست برمان ای که چطور بروز داده میشه در اخبار اطلاعات ای شاید بخشی از جنگ اطلاعاتی باشه اما این میش سیستما با, با پیمانه بسیار زیادی در گوشه و کنار ایران مستقر است خب حالا گزارش دیگه ای که آمده بسیار جالب است که در رفع اینا کاغذ های رو پخش کردن بالای سر مردم از از هواپیما کاغذ می اندازن. سی و پنج نفر گروگانای اسرائیلی را اکس و نام گفتن گفتن که شما به اطراف خود نگاه بکنین یار در کسی که باشه با اگر میخواین که خانواده هایتان محافظت شود آینده تان تضمین شود یا بگوین بر ما به شکل بازی اسرائیل در داخل غزه اما بازی که شش مایید نتیجه نداد تا بالاخره جنگ از غزه بیرون برآمد و سوریه و آل کارش به ایز کشیده که از فهان اینا رو می خب ولی مالک که کشتی که گفته بود که رفته بود کی بود کشتی که گرفتن او آدم یک آدم 74 سال است ایال و اوفر نامش است در 1950 در حیفا تولد شده این 74 سال پیش دیگه و پدرش یکی از غولای کشتی رانی بوده سروتمندترین مرد سرزمین هایش غالی این کشتی از اینی آدم است از سال 1967 تا 1973 باز آدم عادی نبوده افسر اطلاعاتی در نیروی هوایی اسرائیل بوده بعد از او در دا دانشگاه لندن رفته در رشته حقوق دریایی درس خوانده خلاصه یکی از صد مالکان کشتی تاثیر در جهان و شمار میره البته بلومبر پارسال دارایی خالص یاددم 20 بیست میلیارد 20 اشار 8 میلیارد دلار گزارش کرد یعنی بیش از 20 میلیارد دلار حال در اینال گزارشات وجود دارد که، تجهیزات نظامی امریکا در خاور میانه در تمامی استقامت در حرکت است از این سر به اون سر از این سر به سر هواپیمای لاکید سی پنج ام سوپر گلکسی که میگن نیروی هوایی امریکا اینا بر تقویت دفاع از پایگاه هوایی شهید موفق السلطی در الازرق مستقر شده که احتمالا ای در سوریه باشد یا در یکی از کشورهای عربی من فکر میکنم که ای در اردن است در خبر آمده که برای تقویت سیستم دفاعی اوایی اردن است خب مثل که اردن شامل جنگ شد دیگه یعنی جزء حلقی جنگ شد و باز بعد از این دیگه اینا اردن بسیار درد سرای زیاد خواهد داشت از حالت بیترفی که ادعا میکرد از بیطرفی برآمده همزمان نیروهای هوانوردی ناتو هم به سمت حرکت به طرف دریای مدیترانه دیده شدند که گزارشات همی لحظه که خدمت شما و ما این موارد را دادم در همی سطح هست تحولات تغییرات ساعت به ساعت است نظر به ارزش و درجه اهمیتشان ما شما را در جریان قرار خواهم داد